الان چند هفته است که توی قلب من گذشته بود در مورد فیض خدا صحبت بکنم فیض خدا که در زندگی ما میتونیم هر روز استفاده کنیم از فیض خدا که بتونیم به اون هدف خدا بتونیم برسیم و همینطورم قسمت هایی صحبت کردیم در مورد خدای ما که خدای بخشنده هست و خدایی هست که منتظره که ما باید بتونیم با ایمان بیاییم چیزایی که او روی صلیب به وسیله پسر خودش برای ما انجام داده که بتونیم مجانه به دست بیاریم چیز خیلی مهمه موضوع خیلی مهمه که اینو زمانی که یاد گرفته باشیم زمانی که برای ما مکاشفه شده باشه دیگه زندگی روزمره ما میتونه موفق تر بشه ما مسیحی ها باید بدونیم که هر روز روزی هست که خداوند ساخته هر روز خدا میگه که شادی کنیم وچ نماین هر روز فیض من روی شماست هر روز هر چیزی که احتیاج دارین بتونیم، که بتونیم غلبه بیابیم و روی تمام مشکلات من به شما خواهم بخشید و اگه اینو باور نکنیم و توی زندگی نکنیم دیگه از یه شکستی به یه شکستی خواهیم خورد و دوباره میخوام این قسمت رو بخونم یعقوب باب یک آیه 17 اینجا میگه هر بخشنده نیکویی و هر بخشش کامل از بالاست و نازل میشود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست هر بخشنده نیکویی خدای ما خدای بخشنده است پدر آسمونی و ما پدر بخشنده هست و این فیض رو به حال زمانی که یاد گرفته باشیم و مکاشفه برای ما باشه و اینم یک شرطی هم اون تویش هم هست که میخوام امروز هم قسمت های در موردش هم صحبت کنیم قسمت دیگه هم بود که ما چند هفته پیش دائما هر یک شنبه موعظه می کردم این آیه در ابرانی و با به ده آیه چارده می که از آن رو که به یک قربانی مقدسان رو کامل گردادینه است تا عبدالاباد یعنی عیسی مسیح با یک قربانی که دو هزار سال پیش انجام داده با یک قربانی مقدسان که ما هستیم تا ابد کامل کرده یعنی هر چیزی که ما احتیاج داریم که به کاملیت برسیم و شبیه مسیح بشیم عیسی مسیح روی صلیب انجام داده من هیچ کاری نمیتونم روی کار عیسی مسیح اضافه کنم آمین و خیلی چیز بزرگیه خیلی چیز مهمیه چون یه بار بزرگی از روی دوش من و روی دوش شما ورداشته میشه چون فقط زمانی که میام و و پیش صلیب عیسی مسیح یا پیش تخت فیض مسیح اونجا میتونم بگم خدا من مرسی که چه همه چی تکمیل کردی تو منو عادل شمرده شدی من عادل شمرده شدم به وسیله ایمان الان آمدم امروز این فیض رو قدرت رو حکمت رو و هر چیزی که من احتیاج برای امروز احتیاج دارم از او استفاده کنم که بتونم زندگی موفقی داشته باشم آمین اگر کلام و خدا برای, روز برای روز زندگی روزمره ما نتونیم درست استفاده کنیم پس ایمان ما درست نیست کلام و خدا برای امروزه من برای دیروز زندگی نمی کنم من برای گذشته زندگی نمی کنم از گذشته فقط میتونم چیزها یاد بگیرم آمین گذشته فقط میتونم بگم چقدر واقعا اینجا زمانی که اعتماد داشتم چقدر از فشارهایی که من رفتم چطور عیسی مسیح آمد جلال خودش رو نشون داد از گذشته میتونم از این اشتباههایی که کردم تصمیمایی که اشتباه هایی که کردم یاد کل هایی که کردم ناعتاعتی هایی کردم شکست خوردم از این چیزها میتونم یاد بگیرم که امروز زندگی کنم نه فردا امروز یادتون از در ابرانیا نوشته کلام خدا میگه که امروز که کلام من رو بشنوید دلت رو سنگین نکن. آمین. امروز. برای فردا هم زندگی نمی کنم. اگه برای فردا فکر می کنم پس میخوام برای زندگی خودم یه کنترلی داشته باشم. آمین. برای فردا زندگی کردن منظوری نیست که برنامه ریزی نکنیم. ما باید برنامه ریزی کنیم. فقط من برای فردا زندگی نمی کنم در حال حاضر من امروز همین الان همین جایی که من الان موعظه می کنم تو که اینجا نشستی و زمانی که جلسه تمام شد رفتی پایین چای می خوری هنوز امروز این ساعته این دقیقه است این ثانیه است اینجا خدا حضور داره و خدا میگه الان منو تجربه کن آمین به این خاطر تو پرستش هم ما بودیم گفتیم که الان روح القدس اینجاست عیسی اینجاست دریافت کن اجازه نده از تو رد بشه دامن او رو بگیر بگی عیسی مسیح من آمدم تو رو میخوام ببینم امروز میخوام با تو ملاقات داشته باشم همین الان میخوام ملاقات داشته باشم آمین این میشه ایمان اسم عیسی مسیح اسم خدا چیه من هستم آنکه هستم نگفته که من بودم آنکه بودم یا خواهم, خواهم بود بلکه هستم آنکه هستم و این یک عزیزان واقعا به شما میگه یک کلید اصلی در زندگی ما در همه زمان یا در تمام ساعتهای زندگی روزمره تون میتونین رو به اون خدای قادر متعال حساب کنین و مخصوصا در سختی که هستین و مخصوصا در جاهایی که هستین که خدا تو رو هدایت میکنه و فکر نکن خدا هدایت میکنه همه چیز تو برکت بیفتی خدا بعضی وقت هم هدایت میکنه توی سختی‌ها ها بیفتی و فکر میکنم تو این چند مدت موعظه‌های زیادی شنیدیم که چطور خدا من در سختی‌ها به فراوان یافت میشود الان عیسی مسیح تمام کارهایی که روی صلیب انجام داده و اینجا یک آیه هست که در رومیان باب 8 آیه 32 که او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمعی ما تسلیم نمود چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد چی بخشید اون که بهترین زیباترین کسی که داشت فدا کرد چقدر زیادتر الان میتونه هر چیزی که ما احتیاج داریم ببخشه و زمانی که به عیسی مسیح نگاه میکنیم میبینیم که چطور عیسی مسیح الان روی صلیب اونجا کفارای گناه ما شد کلام خدا میگه روی صلیب او ملعون شد به خاطر من و تو و زمانی که نگاه میکنیم که او روی صلیب پیروز شد روی شیطان روی تمام دیوها نیروهای تاریکی و روی مرگ زفرمند قیام کرد و بعد از اینکه قبل از اینکه سعود کنه به شاگردان خودش گفت که به من تمام قدرت در آسمون و بر زمین به من داده شده است همه چیز رو انجام داد و آخرش هم گفت قبل از این ب... قبل از اینکه برم اینم بخوام به شما بدم تمام قدرت در آسمون در زمین و زیر زمین همه چی به من داده شده است خیالتون راحت باشه همه چی در اختیار منه و جالبش اینه که اینجا میبینیم که عیسی مسیح هم, هم هیچ موقع تو کتاب مقدس نمیتونیم جایی پیدا کنیم که خدا زور کنه یا خدا بگه که تو باید یه کار انجام بدی بلکه هر دفعه میبینیم که عیسی مسیح ما رو دعوت میکنه او رو پیروی کنیم اون خدای ما که اسمش هم محبت هیچ موقع روی اراده ما تسلط نخواهد داشت ایسا هرگز روی اقتدار خود اصرار ندارد هیچ موقع ایسا هرگز روی اقتدار خود اصرار ندارد درست گفتم دیگه منظور اینه که خدا خود ایسا مسیح میگه ببین من اقتدار من رو ببینین یه چیزی رو نشون بده تنها چیزی که الان خودش گفته که ببین تمام اقتدار به من داده شده الان ما میتونیم باورش کنیم با باورش نکنیم تو حتی اجازه داری به ایسا فش بدی باور میکنین تو اجازه داری حتی توف روی صورتش بذاری این کار رو دو هزار سال پیش با او کردن هر فکر منفی هم که داری میتونی با عیسی این کار رو انجام بدی او هیچ موقع اینجا نخواهد ایستاد بگی که ببین من اختدار رو دارم من این کار رو با تو خواهم کرد نه او خیلی ریلکس خیلی نرمال رفتار میکنه او که میدونه که اختدار رو دارم احتیاج نیست الان خودش رو ثابت کنه فقط به ما این, این اجازه رو میده ما حتی با او هر کاری دوست داریم انجام بدیم میدونستین هیچ موقع اون ایسایی که من میشناسم به من نمیگه تو آلبرت تو باید این کار رو انجام بدی وای بر تو اگر این کار رو نکنی اون فقط هر دفعه پیشنهاد میکنه زمانی که در یوحنا باب 6 اینجا میخونیم تعداد زیادی بودن که آمدن پیش عیسی مسیح و عیسی مسیح خیلی خیلی جدی خیلی قوی با شاگردانش صحبت میکرد شاگردان زیادی بودن اونجا و بعد از اینکه همه چی رو اونجا صحبت کرد کلامی که من میگم به شما روح و حیات هست کلامی که من به شما میگم روح و حیات هست به تو میتونه روح ببخشه بتونه میتونه حیات ببخشه و بعد از این میبینین که در آیه 66 باب 6 آیه 66 میگه که این از این زمان بسیاری از شاگردانش برگشته دیگه او را همراهی نکردند پس عیسی به آن دوازده تن گفت آیا شما نیست میخواین بروین چون قبل از این شاگردان گفته بودن این کلامایی که تو صحبت میکنی نمیتونیم تحمل کنیم نمیتونیم بعضی شاید غور زدن بعضی شکایت کردن بعضی وقت گفتن که این کیه دیو دیو توشو بعد عیسی مسیح چطور رفتار کرد گفته که این دوازده تا شاگرد میخواین شما منو ترک کنین پتروشی گفت گفته کجا بریم کلام حیات در دهن توست ما میخوایم قسمتی هم اینطورم، این کلمایی که بعضی وقتا میشنویم روزای یک شنبه یا معیزه های دیگه سعی کنیم واقعا به شناخت خدا برسیم این شناخت عیسی مسیح برسیم و اینجا میبینیم که هیچ موقع عیسی مسیح در این از این تاریخ فشار نآورده بود و عیسی هم هرگز در اطاعت ما اصرار ندارد هرچقدر خودش در یوحنا باب 13 آیه 13 میگه که شما مرا استاد و سرورتون میخوانی و درست هم میگی زیرا چنین هستم شما هستین که به من میگی که من استاد هستم من خداوندش ما هستم درسته من هستم فقط اصرار نمی کنه که ببین الان چون من هستم تو باید اطاعت کنی چون من هستم باید تو باید 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 آلمانی میگه دوموس 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 بلکه بعد از این اینجا میبینید که در یوحنا باب 13 که پاهای شاگردانش رو شست گفته الان این نمونه ای گذاشتم برای شما خوش به شما که این کار رو انجام بدین آیا زوری هست اونجا فشاری هست میگه که من آقا هستم من که خدا هستم آمدم پاهای شما رو شستم چقدر شما اگه واقعا میخواین شبیه من بشین پس پای هم, هم دیگه رو بشورین این خدای واقعا قادر متعاله و خدای فروتنه که هیچ موقع فشار نمیاره چون در محبت خدا زوری وجود نداره همه چی داوطلبانه است به این خاطر زمانی که الان به یه بخشی میرسیم که موضوع, موضوع این موعظه این اینه که فیض دریافت کردن به وسیله اطاعت خدا ما رو پیشنهاد میکنه من رو پیروی کن داوطلبانه نه با زور چی میخوای دنبال چی هستی آیا منو میخوای پس بیا دنبال من بیا اگه میخوای اطاعت کنی پشت این اطاعت نباید زور باشه پشت اطاعت باید عشق تو باشه خاص تو باشه آرزو تو باشه ما معمولا اگه نگاه میکنیم به خودمون کتاب مقدس هم همینطور که میخونیم زبانی که به این لغت اطاعت میخوریم یه جوری شوکه میشیم یه جوری هر حال دوست نداریم اطاعت کنیم چرا دوست نداریم اطاعت کنیم؟ چون اطاعت بکنیم حق خودمون رو از حق خودمون باید بگذارونیم درسته؟ شما هستین اینجا؟ یا صدای من در اینجا نمیاد؟ دوست نداریم اطاعت کنیم چون دوست از حق خودم باید بگذارونم چون کتاب مقدس یه چیزی نوشته که برعکس طبیعتی که در من هست به این خاطر من سعی میکنم خودم فکر کنم خودم تصمیم بگیرم و خودم یه کار انجام بدم یه کلام خدا اینجا میاد بگه که برحال اینجا در این قسمت اینطوری باید رفتار کنی اتوماتیک این طبیعت کهنه ما علیه کلام خداست ما دوست نداریم اطاعت کنیم از بچگی هم متوجه میشیم که از بچگی دیگه دائما هر چیزی که ما اجازه نداریم مخصوصا اونجا دست میذاریم پس دوباره میگم عیسی هرگز در اطاعت ما اصرار ندارد فقط یه کسی که آمده یه کسی که واقعا عیسی مسیح و کار عیسی مسیح روی صلیب واقعا متوجه شده مکاشفه شده و باور میکنه و فقط میدونه که چه بهایی عیسی مسیح پرداخت کرده که منو آدم گناهکار در لجنهای این دنیا که گم شده بودم لیاقت مرگ رو لعنت رو داشتم آمده منو نجات داده از من فرزند ساخته امید بزرگی به من بخشیده از من فرزند و همینطورم از من یک شاهزاده ای ساخته یه کسی که واقعا اینو باور میکنه و میدونه که چه کار بزرگی عظیم عیسی مسیح در زندگیش کرده اون شخصی که اتوماتیک عیسی مسیح نه فقط عنوان خداوند خودش رو میپذیره بلکه حاکمیت مسیح رو در زندگی خودش قبول میکنه یه جمله ای نوشتم با کمک همسرم نسرین مسئله بر سر این است که ما از طریق عمل نجات بخش او بر روی صلیب نجات آزادی و حیات جاودانی دریافت کردیم آمین دوباره میخونم. مسئله بر سر این است که ما از طریق عمل نجات بخش عیسی مسیح بر روی صلیب نجات، آزادی، حیات جاودانی و خیلی چیزهای زیاد، شفا، هر چیزی که میتونی صدا کنی که اسم بری که برکت دریافت کردیم. و ظرفیت شناختن حق عیسی رو که قدرت مطلق و اقتدار بدون قید و شرط در زندگی خود قبول کنیم و بپذیریم درست خوندم؟ فهمیدین؟ با کلام دیگه زمانی که این چیزها رو که متوجه شدم خداوند چه کارهایی برای من انجام داده نه فقط یک گناه های منو ببخشه بلکه از من یک فرزندی ساخته فرزند خدا هستم اصلا کلا اینو که متوجه بشیم که روح خدای زنده در من قرار گرفته روح من و با روح قدوس خدا یک شده حیات جاودانی رو به من بخشیده شده و از من نه فقط یک فرزند خدا هستم بلکه شاهزاده هستم خون مسیح در من میچرخه و یک روز در ابدیت با خدا سلطنت خواهم کرد و یه تاجی هست که برای من آماده کرده نه فقط از جن آزاد کرده بلکه مرا برده به بالاترین مقامی که وجود داره برای انسان و زمانی که این متوجه شدم پس میگم که عیسی مسیح تو حق داری روی من حکومت کنی و تو حق رو داری و تو سزاوار این هستی که من جلوی تو زانو بزنم و از تو اطاعت کنم اطاعت نمی کنم چون من باید اطاعت کنم اطاعت میکنم تو چون تو سزاوار تو رو داری که من از تو اطاعت کنم من با خوشحالی اطاعت میکنم چون میگم که تو چه کاری کردی و من کجا بودم به من چه دیگران چی فکر میکنن به من چه که این انسانیت کهنه شروع میکنه به جنگیدن او سزاوار پرستشه او سزاوار جلاله او لیاقتشو داره که من جل, جل زانو بزنم او لیاقتشو داره که گناه های منو متوجه شدم توبه کنم و بازگشت کنم و اطاعت کنم میدونی ذهن ما یاد عوض بشه ما اونقدر تکیه میکنیم به این اطاعت میگیم اطاعت, ای اطاعت کنم باید اطاعت کنم باید از شبان اطاعت کنم باید از پدرم اطاعت کنم باید از رهبرم اطاعت کنم اطاعت کنم اونقدر تمرکز به اطاعت میکنیم که عیسی مسیح کاری عیسی مسیح رو اصلا ندیده می, نادیده میگیریم نگاه کن به او چه بهایی پرداخت کرده هر چقدر او فرزند بود کلام خدا میگه هر چقدر او فرزند بود اطاعت رو آموخت درتا رو کشید اطاعت کرد از پدرش اطاعت نکرد عیسی مسیح از پدرش چون باید ستی چون یک رابطه پدر و پسر بود عیسی مسیح غلام خدا نبود بلکه پسرش بود داوطلبانه این راه رو رفت و ما الان چی هستیم پسران دختران خدا هستیم من اطاعت نمی کنم چون من باید چون من می خوام پسر بشم بلکه من اطاعت می کنم چون پسر پدرم هستم و چون به عیسی مسیح نگاه می کنم به وسیله او من فرزند شدم و زمانی که به این جای قرار می که باید اطاعت کنم باید این انسانیتی کهنه که در من هست که دائما منو فریب میده دائما منو هر دفعه به،, به راه اشتباه هدایت میکنه جلوش به میگم که نه اون انسانیتی کهنه که در من هست این باید جلو اون پادشاه پادشاه خم بشه اون لیاقت داره که من اونجا توبه کنم بازگشت کنم یا اطاعت کنم هر دفعه به حال چیز نیست توبه نیست گناه نیست امیدوار هستم این سرودهایی هایی که ما خوندیم همه چی ربطی چی داشت سزاوار سزاوار برکت سزاوار جلال لایق و شایسته هستید بره خدا که جانش رو داد عزیزان ما کلیسا کلیسا واقعا در این زمان آخر ما باید بیدار بشیم و عظمت مسیر رو که روی صلیب و کار, سل... کار بزرگی بزرگ او رو که روی صلیب کرده واقعا ببینیم بدونیم و اون موقع به شما قول میدم اطاعت کردن خیلی چیز آسونتری میشه چه سرودی خوندیم؟ سرود موسا برین توی کتاب مقدس توی... توی, توی مکاشفه و یک روزی یک روزی واقعا زمانی که این کلام رو میخونم این در مورد آیندهش صحبت میکنه در مورد مکاشفه صحبت میکنه زمانی که اون موقع دیگه شیطان داوری شده و به حال خدا اونجا حکومت میکنه در ابدیت قسمت های مختلف هستن و اینجا در مورد مکاشفه باب چهار آیه 11 انجام میگه که 24 تا پیران بودن که تاج روی سرشون بود و زمانی که فرشته ها شروع کردن خوندن خود دوست خود میگه که این 24 تا پیران 12 تا در دست راست از 12 تا در دست چپ آمدن تاج خودش رو ورداشتن جلوی عیسی مسیح اونجا گذاشتن و اونجا گفتن که ای خداوند و خدای ما تو تنها شایسته ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی تو سزاوار جلال و عزت و قدرتی زیرا که آفریدگان آفریدگار همه چیز تو و همه چیز به خاص تو وجود یافته و به خاص تو آفریده شده یعنی همین کار عظمت خدا رو میدیدن و تاج این تاجی بود که خدا به او بخشیده بود او اون آمدن گفتن که این تاج زیر پای تو میذاریم چون این تاج ما لیاقتش رو نداشتیم تو هستی از ما یک افرادی کردی که این تاج رو به دست بیاریم تو لیاقت و پرستش و شک گذاری هستی و زمانی که این سرود یک سرودی همینطور همی که خوندیم ستایش حرمت یادتون هست؟ جلال و قوت اینجاست که در به باب پنج نه تا ده میگه که و تو شایسته ای که تو ما رو بگریزی و مهر مهرهایشان را نه ببخشین تو شایسته ای که تو ما رو بگیری و مهرهاش رو بکشایی زیرا تو زب شده ای و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و هر ملت و امت برای خدا خریده ای تو آنان را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین سلطنت و فرمان روانی خواهند کرد این چیزی هست که در آینده اتفاق خواهد افتاد و عیسی مسیح که میگه که او لایق بود که این تومارا رو باز کنه چون خونش رو ریخته برای ما و از ما شاهزادگان کاهنان کاهنان مولوکانه ساخته هست و همینطور این قسمت سرود آخر که خو، سرود موسی خوندیم که گفته که هزاران نفر هزاران و هزاران نفر یعنی ده هزار ده هزار, ده هزار، یعنی تقریباً یک میلیارد ها افرادی خواهند آمد و جلوی خداوند اونجا خواهند خوند سرود موسی بنده خدا و سرود بره را میخوانند و میگویند عظیم و عجیب است اعمال توست خدا، خداوند خدای قادر متعال عدل و حق است راه های تو ای پادشاه امتا کیست که از تو نترسد خداوند او کیست که نام تو رو تمجید ننماید زیرا که تو تنها قدوس هستی و جمعی امتا آمده در حضور تو پرستش خواهند کرد زیرا که احکام تو ظاهر گردیده است این آیه هایی های هست که در مکاشفه نوشته افرادی بودند که واقعا کار بزرگی عیسی مسیح رو روی صلیب دیدن افرادی بودند که به خاطر احترام به عیسی مسیح در طول زندگی خودشون اطاعت کردن اطاعت کردن داوطلبانه افتخار میکردن که من اجازه دارم عیسی مسیح رو پیروی کنم و همینطورم فیض مسیح رو فقط و فقط به وسیله اطاعت میتونیم به دست بیاریم اطاعت و همینطورم اعتماد زمانی میام پیش عیسی مسیح زمانی میگم عیسی مسیح بیا و امروز خداوند میخوام با تو ملاقات داشته باشم باید اول اعتماد به او داشتم او هست و بهترینشو برای من داره مرسی از حضور تو امروز اینجاست خداوند الان تو میتونی تو اتاق خودت باشی، تو میتونی توی اوبام باشی، هر جایی که الان هستی، تو میتونی که مرسی پدر جان، مرسی ساژان، مرسی روال توی که الان اینجا هستی، و کلام خدا میگه در مزمور سیاده میگه که کسانی که به خدا اعتماد دارن، فیض خدا او را احاطی کرده، هر کسی که به خدا اعتماد داره، مثل اینکه خدا میاد اینجا با فیضش او را احاطه میکنه از هر جایی که در زندگیتون هستی و زمانی که فیض خدا اونجا هست خدا به تو این حکمت رو میبخشه های درستی بگیریم برای زندگی خودتون این فیض رو میبخشه که در حتی در جاهایی که قرار گرفتین که باید اطاعت کنین قدرت بگیرین و این خدا من افتخار میکنم که میتونم الان در این قسمت از تو اطاعت کنم آنکه که احکام من رو دارد و از آنها پیروی می کند اوست که مرو دوست می دارد و آن را که من رو دوست می دارد پدرم او رو دوست می دارد و دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را به او ظاهر خواهم ساخت همینطور که عیسی مسیح میگه که من از پدر خودم اطاعت می کردم و همینطورم هم از احکام او احکام به پدرم رو نگه می داشتم این باید به وسیله چی؟ به وسیله اعتماده درسته؟ درسته یا نه؟ اعتماد داشت 24 ساعت در زندگیش با رابطه با پدرش بود یکی همینطور که احکام او رو نگه می دارم. چون من اعتماد به او دارم رابطه ما یکی است و به این خاطرم احکام او رو نگه می دارم. یعنی اطاعت می کنم. و این اطاعت زور نیست و این خاطر در محبت او میمونم و الانم شما هم عزیزان ما که اینجا هستیم همینطور که خداوند میگه که احکام من رو نگه دار با احترام به اون سلی، کار صلیب عیسی مسیح احکام من رو نگه داری من میام خودم رو به تو مکاشفه میکنم آیا میخواییم با عیسی مسیح آشنا بشیم؟ نه با عقلمون، نه با دانش تو میتونی 24 ساعت کتاب مقدس رو بخونی دانشت زیاد میشه فقط روح رو نداری، حیات رو نداری مکاشفه میاد به وسیله اعتماد و به وسیله اطاعت دوباره میخوام بگم تکیه نکنین روی اطاعت بلکه تکیه کنین به صلیب تکیه کنین که چه بهایی رو پرداخت کرده تکیه بکنین که در هر موقعی که نااطاعتی میکنین و یه جوری با قدرت انسانیت کهنه خودت میخوای جلوش بیایسی بدونین که کار صلیب او رو بیه بی احبی حرمتی میکنین ما باور میکنین و زمانی که میگم خداوند اوکی و ما هم میخوام این مکاشفه را از تو بگیرم شناخت تو برسم و اینجا میگه که خود را به او ظاهر خواهم کرد سوال من اینه که سوال من اینه که واقعا دوست داری عیسی مسیح در زندگیش ظاهر بشه یا نه؟ اگر کسی به راستی بخواهد اراده خدا را به عمل آورد در خواهد یافت که آیا این تعلیم از خداست یا من از خود میگویم در یوحنا باب 7 تا 17 میگه که اگر کسانی به راستی بخواهد اراده خود رو به عمل بیاورد معمولا ما بعضی وقتا دعا میکنیم دعا میکنیم که میگیم که خداوند میخوام با اراده تو آشنا بشم کیا هستن که اینجا دوست دارم با اراده خدا آشنا بشن؟ این خداوند اراده تو رو میخوام در زندگی خودم ببینم و معمولا ما این دعا رو میکنیم فکر میکنیم الان خدا میگه که زو الان فردا با تو صحبت میکنم میام در خواب میگم بعد اراده من اینه 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 به اینه. بجنان نشین میدن عزیزان اراده خدا آشنا شدن همینطور رفتی به مکاشفه هست و میگه که رفتی به اطاعت داره که گهتونی کلام خدا رو ورداری احکام خدا رو ورداری در موردش فکر کنی دعا کنی و روح که ما رو تمام این انگیزه اشتباه رو از خودمون بیرون میاره چیزایی که تو فکرمون اجتماع تعلیمایی که در فکرمون اشتباه تصویرایی که از خدا داریم اشتباه است میگه کسی که واقعا میخواد اراده پدر اراده منو بفهمه از کلام خدا یعنی کلام خدا برای او باز خواهد شد مکاشفه میشه و اونجاست که با اراده پدر برای زندگی خودت و کلی هم برای کلیسای ما برای هر چیزی که از خواهی فهمید در متا باب پنج اینجا ایسا مسیح میگه که اگر با دشمنت اونجا در مورد برحال میگه که قصد نکنین و میگه که الان اگر به برادرت گفتی کفر گفتی یا مثلا فش دادی برای داوری هایی هستن بعد از این میگه که با دشمنت که در راه هستی سعی کن زود آزاد بشی نه یا پیش من با قربانی های خودت من نخواهم شنید قبل از اینکه بیای پیش من دعا کنی قربانی های خودت رو بیاری برو الان با دشمنی تو یعنی یک ظلمی هست به وجود آمده و این شخص که به او ظلم کردی الان نبخشیدن کل شخی بدگویی و هر چیزی که میتونی بگی زمانی که در این راه هستی سعی کن از اونجا زود آشتی کنی توبه کنی بازگشت کنی زود مشکل خودت رو حل کن اگر نه کجا میفتی؟ تو دادگاه میفتی داوری میشی و اونجا خودم شوخی نداره و زمانی که میگه آه به من چه همون هر, هر کسی که اصلا آلمانی میگن که چوکن چوکن یعنی به من چه مشکل خودشه اگه یه کسی که الان اینطوری به من چه بیگه دیگه مطمئن باش که زندگی تو همینطور توی تاریکی خواهد موند فقط زمانی که واقعا در اون قسمت بگیم اوکی خدا من, من رابطه منو باید درست کنم که زیر فیض تو زندگی کنم زندگی ما زندگی من نورانی بشه دیگه نمیخوام این راه ظلمت رو بدم و خدا من, من از تو اطاعت میکنم چون یه قسمتی هست که واقعا کلام تو که میگه کلام تو راستی هست دو هفته پیش خانم نسلین در مورد راستی صحبت کرده یادتون هست نه؟ فیض و راستی عیسی مسیح با فیض و راستی آمده و اگر واقعا در حضور خداوند اونجا به این مورد خداوند الان به حال هر اتفاقی که هم افتاد هر چیز من سعی میکنم زندگی خودم اونجا با این برادر یا خواهر درست کنم و هر چیزایی که الان هر گناهی کردم هر چیزی هست واقعا توبه میکنم نه به خاطر اینکه فقط توی دادگاه نیفتم بلکه توبه میکنم چون تو رو داری که از تو اطاعت کنیم تو سزاواری این هستی که من بیام گناه های من اعتراف کنم امیدوار هستم عزیزان چون من این واقعا این زندگی رو می کنم و می بینم که چقدر برکت پشته چقدر فیض جاری میشه تو زندگی ما اطاعت نمی،, نمی کنم چون من باید چون شبان به من گفته من باید توبه کنم نه شبانان خادمی ما فقط هدایت می کنیم یادتون هست در رومیان باب دو, اونجا نوشته که آیا نمیدونی که رحمت های خداست که ما رو به توبه هدایت میکنه درسته؟ نه داوری های خداست بلکه رحمت های خداست که ما رو به تو توبه هدایت میکنه آمین آرزوی من و امید من و امروز هم میخوایم بر موردش هم دعا کنیم واقعا خدا ذهن ما رو دید ما رو عوض کنه نسبت به, نسبت به اطاعت یه کلیسایی که توش اطاعت نباشه پس احترام نیست احترام نباشه اعتماد نیست اعتماد نباشه همه چی به هم ریخته کلیسا و رو میتونیم فراموش کنیم و مخصوصا در این زمان آخر خدا سربازان سربازان خودش نه سربازانی که مثلا الان فقط اینجا ایستادم فقط میگم بله مثل ارتش های دنیا نه سربازانی که واقعا مطیع مسیح هستن و این حق او که روی من باید حکومت کنه من قبول کنم نه او روی من بگذاره گوش میکنید من باید حق او رو روی من روی زندگی خودم چی کنم؟ بپذیرم باور کنم و بپذیرم من هستم که میگم که عیسی تو حق داری روی زندگی من چیز کنی زندگی حکومت کنی تو حق توست که من الان در راستی در صداقت زندگی کنم این حق توست کجا بودم اگه تو نبودی تو حق توست خداوند که در این قسمت ها باید توبه کنم بازگشت کنم عزیزان من اجازه نداشتم این موعظه رو کنم اگر خودم این زندگی نمی کردم. فقط میتونم به شما بگم قول بدم چه آزادی به دست خواهیم آورد چه فیض روی شما رو خواهد آمد چقدر فیض خدا احاطه خواهد کرد چقدر در نور زندگی خواهیم کرد حق قدرت رو بگذار روی صلیب تو عادل شمرده شدی به خاطر خون او و بگذار حق او در زندگی تو جاری بشه خواهی دید که چقدر زندگی تو عوض میشه از امروز به بعد من میخوام دعا کنم برای شما و برای ما من هم منم هنوز در این راه هم هستم این زندگی روزمره هم هست. من هیچ موقع نمیتونم بگم آها یاد گرفتم الان نه چون من میدونم که چقدر زود ما فراموش میکنیم چقدر زود چیزایی که من قسمت هایی که من یاد گرفتم بعد از مدت فراموش کردم هی hey, باید به یادمون بیارم. بیارم هر روز باید به یادمون بیارم خداوند تو حق حکومتی داری خداوند تو حق داری و هر چیزی به من نشون دادی هر قسمت هایی گفتی حاضر هستم زود توبه کنم بازگشت کنم جدی بگیرم هیچ موقع نخواهم گفت به من چه بگه واقعا تو لیاقت اینا داری که تو را پرستش کنم نه فقط با زبان حتی با اطاعت های خودم آمین سرمون خم کنیم هر چند پسر بود با رنجی که کشید اطاعت رو آموخت و چون کامل شد همه آنانی را که از او اطاعت میکنن منشه نجات ابدی گشت همه کسانی که مطیع عیسی مسیح هستند مرسی سای مسیح مرسی از خداوند این کلامی که واقعا میخونم شرمنده میشم خداوند تو پسر خدا جلال خودت رو ترک کردی آمدی در این دنیا غلام شدی چه کارهایی با تو کردن چه فوشایی به تو دادن چقدر بی احترامی به تو کردن که تو دیو داری توف روی صورتت کردن تاج خار روی تو رو گذاشتن با چوبم زدن تو رو تو رو مسخره کردن و تو اجازه دادی با تو این کار رو انجام بدن تمام درت تا ها رنج های برای من و تمام این دنیا کشیدی تو هم میتونستی اونجا بگی که خدا خدای پدر حق من کجاست چون که بی گناه بودی فقط کلام تو میخونی و باور میکنم تو اطاعت رو آموختی درد و رنج رو کشیدی که من یک روز اینجا راحت بتونم بیستم با این امید برای حیات جاودانی روح القدس خواهش من امروز برای من برای تک تک ما که اینجا هستیم مشکل ما و تمام دردهایی هایی که ما در این دنیا می کشیم اکثریت به خاطر نافرمانی به خاطر کل شخیه ماست که روز به روز خداوند صلیب تو رو بی حرمتی می کنیم خواهش من اینه که این فیض رو به ما ببخشی خداوند بدون فیض تو نمیتونیم بگذار این کلام واقعا توی قلب موزوری کاشته بشه دیگه زمانی که تو روح القدس با ما صحبت میکنی تمام چیزایی که در زمین ناخداگاه اونجا قایم شده بیرون میارید که خداوند اونجا قایمش نکنیم بلکه توبه کنیم بازگشت کنیم انگیزای اشتباهی که ما داریم حقایی که در دستمون گرفتیم کمک کن روی قدس. افرادی که نبخشیدیم روی تو بیا و دعای من روح القدس اینه که چشمای ما رو از روی این کلام اطاعت کمک کنی ورداریم بلکه چشمای ما رو باز کن که مسیح رو روی صلیب ببینیم مسیر رو مثل بره خدا ببینیم مسیر رو که این تو ما رو دست دستش گرفته و تو مهراش رو باز کردی خداوند مسیح که در دست در دستش این کتاب حیاتی است که اسمای ما نوشته شده او رو ببینیم خداوند و با کمک تو بتونیم در همه قسمت های زندگیمون اطاعت کنیم و تو عیسی مسیح رو احترام بذاریم دعا میکنم خداوند در این هفته ها نتیجه های اطاعت رو طوری نشون بدی خداوند که واقعا همه ما درک کنیم چه برکتی چه فیض بزرگی است که دریافت میکنیم ممنون هستیم از تو که حضور تو اینجاست میدونم تو هستی تو هستی آنکه هستی یه لحظه همینطور در حضور خدا دعا کنین کجاست کدوم قسمت هایی هست که خدا با قلب تو صحبت کرده تو چیزهایی نشون داده و تو اونجا مبارزه میکنی کجاست که در قسمت ها شورش میکنی یا چیزی که خدا به تو نشون داده نادیده میگیری بگذار امروز فیض عیسی مسیح رو احاطه کنه بهش بگو خداوند اگه توبه هست توبه کن بازگشت کن اگه میخوای با عیسی آشنا بشی پس خداوند کمکم کن که با قدرت تو با فیض تو بتونم احکام تو رو نگه دارم و هر قسمتهایی از یه لحظه همینطور که با این پیانو میزنه دعای شخصی خودت رو بکن